رضا مرزبان که زادی مشهد بود و از جوانی به شعر و شاعری علاقمند بود، همراه با مهدی اخوان سالس در ارتباط با محافل ادبی مشهد آن روزگار قرار داشت. مرزبان برای تحصیل در دانشگاه به تهران رفت و در آنجا همکاری فرهنگی با روزنامه‌های وابسته به حزب توده از جمله چلنگر و به سوی آینده را آغاز کرد. پس از کودتای 28 مرداد برای 2 سال به زندان افتاد و پس از آن به دعوت مصطفی مصباح‌زاده، مدیر و صاحب امتیاز کیهان، به همکاری با این روزنامه پرداخت. با تشکیل سندیکای روزنامه نگاران ایران، رضا مرزبان یکی از فعالان این نهاد صنفی شد. نهادی که در سال 1360 به دستور مقامهای جمهوری اسلامی ممنوع و برای همیشه تعطیل شد. با گشایش دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، رضا مرزبان از استادان این دانشکده شده، با بهره‌گیری از تازه‌ترین دستاوردهای روزنامه‌نگاری اروپایی به تربیت دانشجویان در حوزه گزارش نویسی و تنظیم خبر پرداخت. رضا مرزبان سپس سردبیری روزنامه کم تیراژ پیغام امروز را بر عهده گرفت. روزنامه‌ای که به سختی از موج تعطیلی نشریات در سال 53 جان سالم به در برده بود. کوتاه مدتی پس از آن و به هنگامه انقلاب، جمهوری اسلامی موازی این روزنامه را تاب نیاورده دستور تعطیلی آن را در سال 58 صادر کرد. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این صد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم. رضا مرزبان نیز که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تحت پیگرد بود، به فرانسه گریخت و تا پایان عمر در آنجا زیست و به فعالیت در حوزه پژوهش و تحقیق در حوزه فرهنگ ادامه داد. کسانی که در تالار بودند، مبارزه ای را که بین فرهنگ و ضد فرهنگ، آزادی و برده‌سازی، آگاهی و نادانی در ایران جریان دارد، روی صحنه به عیان نظاره کرد. رضا مرزبان شامگاه شنبه 28 دسامبر در یکی از بیمارستان‌های پاریس درگذشت. بهمن سقایی، صدای آمریکا.